با سلام و عرض تهیت به پیشگاه مقام عظمای ولایت قاسم هو ترکیده به عبا هو جریده و با سلام به روان روانی حاج قاسم سلیمانی جسم هو متلاشی و بنده سردار حاجی زاده آمپر هو چسبیده در خدمت شما هستم تا گزارشی از انتقام سخت سخت علیه پایگاه های استکبار جهانی که دهان عزما را آسفالتی ده هه هه رو خدمتون ارائه کنم ما تصمیم این انتقام سخت رو وقتی گرفتیم که سبیه حاج قاسم یعنی همون زینبشون زیزیگولو به من گفت امو حاجی بابام ترکید. من به امو بشار و دایی نصرالله هم گفتم کی انتقامشو میگیری که من دیگه اونجا تحملم طاقتی ده و گفتم زیزی بذار من یه مشورتی با خاله یزید و ام هیتلر رو زنده امراس بکنم که یک انتقام سخت اساسی بگیریم دشمن حساب قدرت و حیمنه موشکی ما رو نکرده بود که وقتی از آشیانه در می شدن فریاد می زدن غصم و آسمانی می شدن قبل از این قبل از این در شدن ولایی صحبت این بود که بزنیم یا نزنیم اصلا چی بزنیم سردار سلامی معتقد بودن که ملق بزنیم سردار جعفری میگفتن تنبک بزنیم آی ظریف میگفتن لبخند بزنیم خود مقام آموزمو هم که میگفت خفه بمیرید منقل و چاق کنید یه شیش نخودی بزنیم مسئولین بدانند در نهایت تصمیم گرفتیم که 17 تا موشک بزنیم این موشک ها هم که رفتن هوا به اذن بلایت هر کدومشون قاسم 700 و 400 و 400 و 500 تا موشک شدن این 74 تا 500 تا 700 تا هر کدومشون 1080 هزار, هزار هدف رو مورد اصابت قرار دادن که شاهدان صحنه میگفتن این موشک وقتی میخوردن میخوردن زمین دوباره بولان میشدن به اذن ولایت اینور اونور رو نگاه میکردن سرباز آمریکایی رو میدن میگفتن قاسم تو قاسم رو زدی میرفتن سمتش که مطابق گزارشات موثق که ما داریم تمام پایگاه آمریکایی در عراق قاسم یعنی نابود شد قریب به 240 میلیون کشته داشتن 8 میلیارد زخمی بوده الان طبق اخباری که ما دست آوردیم تمام نیروهای آمریکایی از منطقه خارج شدن از اروپا، آسیا، آفریقا، قاسم عقب نشینی که از خود قاره آمریکا هم عقب نشینی کردن در ترک کرده اصلا قاره آمریکا سمت کهکشانها ها در حال قاسم هستن البته باید بگم که ما دنبال تنش و جنگ نیستیم اینو بدونم هم اینو فقط برای یادگاری زدیم هدفمون هم تلفات انسانی نبود چون اگه اینطور بود کلاهک جنگی رو رو همون چهار پنج تا موزک میذاشتیم یعنی اینکه عوض در و دیوار میزدیم به قاسم هدف که خب من در همینجا به همه ملخها مارمولکها، مارمولک ها،, ها در بیابون اراق تسلیت میگم ما با موشک همون به بیابون های عراق زدیم که الان سوال مردم عراق اینه که اینجا چی بکاریم یه رکورد گینس هم زدیم رکوردمون این بود که حاج قاسم سلیمانی اولین نفری شد تو دنیا که تو مراسم دفنش 80 نفر کشته شدن اما تو مراسم انتقامش یه نفرم قاسم کشته نشد که هیچ چند نفرم به دنیا اومدن در رابطه با شایعه زدن هواپیمای مسافرین باید بگم که اینا همه تبلیغات دشمنه اون شرکت بوینگ با استکبار دستش توی کاسه است من خودم 40 سال کفتر بازم با داوود خلوک تو خانی آباد میشستیم از سه هزار متری کفتر رو میگیزیدم که این پاپر توقی جاکوبین آرشینگل دومسیاس قاسم! <تصفق> <تصفق> بعد حالا ما هواپیمای مسافر بری رو نمیتونیم تشخیص بدیم اینا شایع است خواهش میکنم همین رو برین انعکاس بدیم وگرنه قاسم تمام بابا تمام این پرچم ارازل و باش حزب الله و شعبی اینا رو جمع کن یه پارچه سیاه بزن تو این داستان هواپیما رو ببینم چطوری باید جمع جورش کنم وگرنه ملت میزنن همه ما رو قاسم با سلام و عرض تهیت به پیشگاه مقام عزما اسمت هو رنگیده و تهارت هو مالیده اه اه من خودم همین الان فهمیدم که سقوط هواپیما کار ما بوده آقای روحانی هم که خب طبق معمول صبح جمعه فهمیدن مقام آزما هم که مثل که هنوز نفهمیده گرم حالیشون نیست ای کاش ای کاش که من خودم با این گردن نازکم تو اون هواپیما نبودم مقام عظما با جسم ناقصش بود بر همه ی این داستان تقصیر موشک های استکباریه که جوگیر شدن و بدون تدبیر به سمت اون هواپیما رفتن و ایام و دستاوردهای های قاسمیه رو به ما زهرمار کردن البته من اینم هم گفته باشم که این هواپیما خودش سرگوشش می جنبید کارشناسای های هوافضای ما تحقیق کردن متوجه شدن که این هواپیما از اختلالات روانی رنج میبرده دو قطبی بوده رفتارهای عجیبی داشته خودش خودشو میزده به موشکا خودشو مینداخته زمین آن شما نها کن من خودم صادقانه اومدم گفتم که کار ما بوده اگر نه هیچ کی نمیفهمید که ما موشک زدیم نه آمریکا نه اوکراین نه خود شرکت بوینگ به خاطر همین صداقتم هم درخواست علو درجات رو برای خودم دارم که سرلشکر بشم و مثل آج قاسم ترکیده که سردار امنیت شد من هم سردار صداقت بشم گفته باشم که استفام استفام نمیدم شمخانی استعفا بده اون یارو کیه سلامی دو درواز، باز اون یارو استفا بده او ملت دارن داد میزنن فرمانده کل قوا استعفا استفا اصلا برین یقه اون موشکر رو بگیرین که گفت قاسم زهرمار قاسم